مثبته. خاک تو اون سرت. مالکیه؟ یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ میگم مالکیه. یعنی چی مالکیه؟ مگه من جز با متینم به کی عریضی کردم؟ متین؟ دختر گرگوری، انگار یادت رفته از کجا اومدی؟ نکنه فکر کرده با اینجور کارات میتونی سلطان من ازم بگیری؟ بهت گفتم این بچه مالکیه. نکنه فهمیدی مثبته؟ حسودیت شده نه؟ آره حسودیم میشه. اما یه کاری نکن سنگ ببندن به پات بندازن تو دریا. خودت مثل بچه آدم میری میندازیش. چیکار کنم؟ من خودم یه آدم مطمئن سراغ دارم، میفرستم دوری پیشش بندازیش. الان موقع خوبیه، یه آمپول. هیچ کس هم نمیفهمه، مخصوصا سلطان خواه. تازه رو بود. خوب شده. بریم بهش میرسیم که بیاد. دکتر جان، استاندار رسیدن دمه در. شرط باختی. بله. الان من برم سراغش، مدبر میفرستی. از اوناست که فکر میکنم دوست داره من برم استقبالش. خیلی رو خودت حساب کردی. اینی که من میشناسم دنبال پوله. کاری به چیز دیگه نداری. من فکر میکنم دنبال پول. بس بگه. حالا برای اینکه حسابی شرط رو استاندار خدمتگزار یعنی ایشون. خدمتگزار از این منظر که میدونن همه اتفاقات استانداری پشت میز حل نمیشه، روی میز داره، زیر میز داره، این ور داره، اون ور داره. سرکار خانم دلبر شهری، وکیل پایه که دادگستری، وکیل بنده حقیر. شناختید که دیدید گفتم چرت و باختید. آقای استاندار ای حاضر. مردک استباق جا قرار گذاشت نبا استانداره. جناب آقای استاندار، شما فرمودید جایی باشه که نه شنود باشه نه دوربین، کجا بهتر از اینجا؟ شرط بسته بودم نه خودتون تشریف میاری نه نمایندتون رو میفرستی. پولاد جان خلوتش کن، تشریف ببرم به کارمون برسیم. من جلسه دارم. دلبر جان مثل که جناب آقای استاندار از شما خوششون رو بگید، اصبه بیشتر شما رو دوست داره. فدای سرشون. در هر حال نظر من نسبت به ایشون همونیه که عرض کردم، با اجازتون. من به خواسته شخص سلطان خواه اینجا. دغدغه جناب آقای سلطان رونق تولید و حل و فصل مسائل کشوریه. الانم که قرعه فال به نام اصفهان محروم خورده. منم واقعا از بانکداری دیگه خستم. واقعا حوصله‌شو ندارم. میدونی؟ میخوام یه خورده استراحت کنم. آسترین پیشنهادتو به من بده. پتروشیمی سپه آسترین پیشنهادی که بهت میدم. لوله نفت صاف از پالایشگاه اصفهان میاد تو پتروشیمی سپه. تبدیلش میکنی به دلار، میفرسی افغانستان، دبی، هر جا که دلت خواست، شک نکن. من میدونم تو مراجعه کننده زیاد داری، همشون هم فکر میکنن تو وصلی به خزانه بانک مرکزی، ولی نمیدونن که دستت خالی. میخوام شرمنده مردم نباشی، میخوام پاسخگوشون باشی. برای همین طبق قراردادی که با بانکم بستم یه سری بون هدیه چاپ کردم، اونا رو تقدیمت میکنم. حدود 2 میلیون دلاره. اونم به خاطر اینکه نزول اجلال فرمودید در باشگاه از سواری بنده حقیر. وصلت میکنم به عزیز خواه. اون کچلم مثل خودت میخواست سهام بخره برای نیماره ارتیش، اما جنسش هم خورده شیشه داره.
مسلطه به فروش سهام پتروشیمی سپر رو تابلوهای بورس. فولادی جان دست پر بری پیشش، از شوخی های ناخوشش نمیاد، صاف میره سر اصل مطلب. تو نباید تو این جلسه دلبر و مود و مصبی ها میبردی. من بدون محافظه راننده اومدم اینجا برای احتیاطش. نگران نباش، اینا محرم منه. نگرانم، نگرانم. من حواسم هست، شما حواست به اسم رمزمون باشه. وقتی گفتم جناب آقای استاندار کجایی، همونجا واسه من دارم میام، معناش اینه که شما تشریف بیارید اینجا. نگران اینا هم نباش، اینا خواهر برادرم هم. بیا برات سورپرایز دارم. مدبر! علی قربان! قربان این کیف قابل شما رو نداره. $2,000,000 خدمت شما. مرسی. شهری، استاندار به دردت میخوره. استاندار رو داشته باشی یعنی نفوذ داری تو تمام دوایر دولتی. حواست بهش باشه، این دیگه پروژه خودته. خیلی بالا بردم تو، گفتم خواهرم این فامیلت عوض کردم. ادا محکم رو در میاره، وگرنه معلومه دلش رفته. ببین من شخصیت شناسی تدریس میکنم، از دور که دیدمت بین اون همه دانشجو میدرخشیدی، تو نابغه‌ای. من برای تو یه مسئولیت بین‌المللی تو کارخونه نوشابه سازیمون با درآمد ماه 20 میلیون در نظر گرفتم. البته اولش اینطوری ها، کارخونه که یه خورده رونق بگیره دستمزد تو هم بیشتر میشه. 20 میلیون؟ آره. در عوضش از من چی میخواید؟ معمولا بعد صحبت‌های دکتر سلطان‌خان همه متوجه میشن. شما اینجا پیشرفت میکنه، ما هم سود میکنیم. من زبان بلد نیستم. فرمودین یه مسئولیت بین‌المللی دیگه. وزیر امور خارجه هم زبان همه دنیا رو بلد نیست. مترجم رو میفرستیم. حتی انگلیسی؟ ببین دیگه بلد بودن انگلیسی الان یه امتیاز حساب نمیشه. سلام. که بلد نبودنش بخواد موزل باشه. سلام. سلام. تابان مسئول یکی دو تا از شرکت‌های وارداتی ما. بله. من کوکی‌ام. دستان تمیزن. خوشبختم خانم کوکی. همچنین کوکی مشاور انجیوهای تولیدی ماه، البته کیفش هم همیشه کوکه. مگه اینکه کوکش در بره. چون کوکه کوکی در بره، کوکه من در میره، کوکه من در بره، کوکه کوکی در. سلام. سلام. چون کوکی؟ ناصر مدیر عامل یه شرکت پتروشیمی. خیلی خوش اومدید. کمالم من. سلام. بچه‌ها گفتن تازه واردید. داشتی صحبت می‌کردید، مزاحمتتون نشدیم. متشکرم بچه‌ها، بفرمایید. اینا رو میبینی؟ اینا روز اول همشون عین تو بودن، الان صاحب شرکت و کارخونه، کلی هم مهندس زیر دستشون داره کار میکنن. بفهم عشم بگیری از من فیلم دارم. سلام، خوش آمدی. خوشبختم. قاسم، مدیر دو تا از باشگاه داخلی. منم کمالم. حمید، مدیر عامل هولدینگ صنایع کشاورزی. سلام عرض شد، باعث افتخار من. مهدی، مدیر عامل هولدینگ پولاد ما. سلام، خوش آمدید. بله؟ چشم خیلی برمی رسم. بی بریم دکتر سلطان خانم. سلام قربان.
سلام خانم. آقا سیه، جناب دکتر سلطان خان. سلام. خوبی آقا سیه؟ قربان شما. قربان، اگه امری نیست من با اجازتون مرخص شم. بفرمایید. با اجازه. سعی جان، من خیلی اهل مقدمه چینی نیستم، نمیخوام برم تو حاشیه، میرم سر اصل مطلب. اینجا نبوغ مهمه، اینکه این نبوغ رو کی داره، خانوادش کیان، از کجا اومده، ایرونیه، مهاجره، طلاق گرفته، متأهله، سپوره، رئیس جمهوره، اینا هیچ اهمیتی نداره. من به انتخابای خانم درخشانی ایمان دارم، چون معجزه میکنه. ما اینجا آدم داریم که سه بار امتحان دیپلم داده، آخرم نتونسته دیپلم بگیره. اما الان یه عجوبه است. عجوبه که میگم یعنی این که اگه سرمونو به چرخونیم همین شرکت خارجی ها بردنش. متوجه میشی؟ یعنی این که اینجا تحصیلات هم اهمیتی نداره. چرا؟ چون زاکربرگ، بیل گیتس، استیو جابز، همه اینا یه روزی به این نتیجه رسیدن که درس و دانشگاه رو ول کنن. فهمیدن نون توی دکتر مهندس شدن نیست. کاری کردن که دکتر مهندس ها بیان تو مجموعهشون براشون کار کنن. اینو نکته کلیدیه که میخوام بهت بگم. من میتونم کاری کنم تو یه بخشی از خودت رو بشناسی که تا حالا نشناخته بودی. متوجهی؟ تو این سیستم برای ما کار میکنی، منت هم سرت نیست. تو سود خودتو برمیداری، ما سود خودمون. تمام؟ من دنبال کار نیستم، راستش اصلا کاری هم بلد نیستم. یکی از دوستای مشترکم با خانم درخشانی گفتش که شما با من کار دارید، میخواد با من صحبت کنید. من حتی نمیدونم واسه چی اینجا. به نظر من شما... گوش کن، یه چیزی رو یادم رفت راجع به خودم بهت بگم. نظر دیگران راجع به من هیچ اهمیتی نداره، ولی نظر من زندگی دیگران رو زیر و رو کرده. متوجه شدی؟ من وقتی بهت میگم تو الماسی، دیگه هی نگو من سنگم. طاقت میاری؟ طاقت چی؟ تراش. تراش میخوری؟ میشی اون الماسی که من دارم بهت میگم. راستش من چیزای بدی راجع به شما شنیدم. مهمه؟ انقدر که نمیخواستم بیام اینجا. خانم درخشانی. بله قربان. افعال ماضی برام هیچ اهمیتی نداره. از الانت بگو. راستش من از شما خوشم اومده. به نظرم شخصیت کاریزماتیکی داری. همین مهمه. ما بقیشو بریز دور. بله قربان. سرکار خانم، این آقا سید عزیز ما، ببین چه ماشینی دوست داره. سویچشو بهش بده، ما بعدم باش کار برم. بله حتما، بیا. حتی آشیل هومر هم فناپذیر بود. موقعی که مادرش به وقت نوزادی اونو در رودخانه نامیرایی میشست، پاشنه پاش گرفت و در آب فرو برد و به همین دلیل آب به پاشنه پاش نرسید و آسیب پذیر شد. اسفندیار روی این تن فردوسی موقعی که در آب مقدس فرو میرفت چشمشو بست و این قسمت از بدنش آسیب پذیر شد. هر آدمی پاشنه آشیل و چشم اسفندیار داره. نقطه ضعف، پول، قدرت، شهرت، جلوه‌گری مال و و. برای پی بردن به نقطه ضعف آدم ها یه جفت چشم تیزبین و سر سوزنی هوشمندی لازمه. میدونی به باور من بدون نقطه ضعف اصلا تراژدی شکل نمی گرفت. The world without tragedy is not interesting. دنیا بدون تراژدی اصلا جذاب نیست. People of fame, name and credit are ordinary people. آدم های صاحب میز و نام و اعتبار، اونم آدم هم نقطه ضعف دارن.
برای نفوذ و تسلط به این آدم ها بعد نقطه ضعفشون رو کشف کنیم و از کشفیاتتون استفاده بکنید. البته هستن معدود آدم هایی که رسوخ کردن به نقطه ضعفشون کار آسونی نیست، باید از خط قرمزشون عبور کرد و با این استراتژی میتونید اونا رو وادار کنید که به مصلحت عموم تن در بدن و اینجور آدم ها معمولا به مصلحت عموم بیشتر از خودشون فکر میکنن. به خاطر همینه که گاهی ممکنه اندکی کوتاه بیان. بله. سلام خانم نیکولامه ای. سلام شما. من باید شما رو ببینم خیلی زود، بدون حضور کسی، تنها، هر جایی که شما بگین. پرسیدم شما. یه دوست. اشتباه گرفتیم آقا. چی بود؟ نمیدونم، احتمالا از اونها یکی التماس و دعا داره از دایی متینم. شماره ما رو پیدا میکنن، زنگ میزنن، کلی آهناله میکنن که مثلا سفارششون رو به دایی متین بکنیم. اوه، اون فرجی هم میشه؟ یا اگه کاری از دست دایی بر بیاد انجام میده، دریغ نمیکنه، ولی خب اصلی بر اینه که به کسی راه ندیم. من میگم خب اصلا قرار شد نه سلطان خان نه رضایی دیگه. فقط من و تو. میگم یه نمایشنامه جدید گفتی داری مینویسی، موضوعش چیه؟ آره، میخوام راجع به خودمون بنویسم. واقعا؟ چه خوب. آره. نه مثلا که تو کار ذهنت جای دیگه است. نه گفتم که همون آن دیگه، اصلا بی خیال. چرا الکی میخوای روزمونو خراب کنی؟ بذار من اینو خاموش کنم که دیگه. بیا این از این. نه مثلا اگه شک داری بیا این مالو تو بذار تو کیفت. این چه حرفیه؟ چشم. اجازه دارم تا یکی از این صندلی‌ها خالی میشه سر میز شما بشینم؟ میز بابام که نیست. بفهم. این خورما و بیسکویت که پولش اضافه نمیشه روی اینکه. نه بفهم. دست دارم. من بهرام پولادیم، مرزدار اقتصاد ایرانی و البته سفارش شده جناب آقای استاندار. ایشون چند میلیارد بون از شما گرفتم که عزیز جانو به شما معرفی کنم. پس میبینید که دیدن شما خیلی خرج برداشته عزیز جان. باید خرج کنی سرباز مرز اقتصاد. من خرجامو کردم. شما که قضیه بونا رو میدونی. از باشه. رمزو خوب گفتی، داره میزه خالی بود.
من واسه یه گروهبان و صدفان و سربانی کار میکنم که حقوقشون رو جمع بزنی، اونم حقوق یک سالشون رو جمع بزنی به اندازه 4 جلسه هیئت مدیره، اونم اعضای هیئت مدیره. شرکت های دولتی و خصوصی و خصولتی نمیشه که. اعضای هیئت مدیره 10 20 اما مرزونه شما خیلی بیشتر از این. 10 تا 20 برای یه مؤسسه و یه بانک و یه شرکت هستن. میدونی هستن دولت چند تا مؤسسه و بانک و شرکت داره؟ من که آدم دولت نیستم. گفتم من مرزدار اقتصادم تو بخش خصوصی. بله، شما مرزداری هستی که بدون دادن 1 ریال صاحب 38% از سهام بانک سرما شد. رشوه‌ای که به مدیر عامل بانک سرمادادی از شرکات کم کرد. روک بگم. من حق گروهبان و صدفان و سربان و مفت به تو نمیدم. شما حق سرهنگ و سردار و امیر و اینا رو بده. اینه که بازشون خوبه. مدیر عامل بانکت که فرار کرد و رفت، ماهانه اندازه 1 سرهنگ و امیر و سردار حقوق میگرفت. آره، برای همین اخراجش کردم. خیلی زیاد حقوق میگرفت. 400,000 دلار واسه همین امسال برای خودش ایدیو پاداش نوشته. میدونی اگه حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح بفهمه چی کار میکنه با من؟ هیچی. دو تا وکیل خوب داشته باشی همه چی حله. ببین ته تهش عدل از خدمات دولتی. برای یه جرم 1 میدن، برای یه جرم 2 میدن، برای یه جرم 3 میدن. ته تهش سنگینش میشه 5. ببین افساد فلعرض اعدام داره. میکننش اخلال فلعرض. بعد اخلالم میکنن 10 سال 15 سال بعد اونم کم میکنن، کم کم حل دیگه. حالا که متوجه میشی و میفهمی بریم سر معامله. میشنوم. یه دستی بگیر من بزنم تو گوش سهام پتروشیمی سپه اصفهان. میدونستی 34% از سهام پتروشیمی سپه اصفهان مال سازمان تامین اجتماعی که داره میره روی تابلوی بورس؟ آقای استاندار میگفتن تو خیلی کار بلدی. اصل فاکتور خوب زرنگی برو گرم بیا. فاکتور رولکس طلای ناب. 3 دیگه هم هستن که از این ساعت رولکس طلایی 1,000,000 دلاری میخوان. ندارم. 10,000,000 درهم هم میذاره روی 3 ساعت. نگه لحظه چه پسر خوب، داری صاحب پتروشیمی سپه اصفهان میشی. مفت آقای بهرام پولادی، مفت. اگه داشته یه ارزی داشته باشه 3 ساعتو میدم، 10,000,000 درهم هم میذارم. دیگه اگه به من نگو. من بعده های سر خرمن دیگه قبول نمی کنم. کوکی میپرسه، قاسم جواب میده. جرأت یا حقیقت؟ کدوم؟ حقیقت. حقیقت. قاسم چرا از من بده؟ اکبر سرت بس واقعا بده. یه سال قاسم دمتر بگو. یه سال چه موندی بابا؟
آقا زنجیری و ناصر بپرسه همین جواب بده. اوه ناصر و همین چه کسایی هم به هم افتادن دیگه رسما دوئله. جرات یا حقیقت؟ ها؟ تو منه؟ آره. یه حقیقت. یه اعتراف کنم فکرمون کش بیاد. اینطوری نیست. اول باید بپرسیم مثلا اون دو من این شکلی دوست دارم بپرسم. آخه هرجوری دوست داری بپرس. یه اعتراف کنم فکرمون کش بیاد. شرطی. اوف بستم. آقا من کمیسیون بگیرم. چی شد؟ بریم. اگه چی گفتم فکت کش اومد ساعت یک بیت ماله. آقا تو اعتراف کن این ساعت ماله تو. دو تا دیگه لنگه همینو دارم به همتون هم ساعت میدم. اینجا اعتراف کنم. نه برو تو اتاق بهترم. ولی باشه. همینجا اعتراف خودت خواستی. باشه. من میدونم یکی از بچه های ما داره خواهرتو میپیچونه. شوخی میکنه. حال کردی یا نه؟ علیمون اندازه این حرف رو سی راجب خواهر من حرف بزنی فهمیدی؟ هیچ کی هم تو این جنچنی جربوزه ای نداره. ولی الان مهم این نیست. مهم اینه که من بدونم خواهرتو یکی داره میپیچونه. من بچه اون بابایی دیگه خب؟ خاطر یه ساعت داری اسم بیزاری اونو ناموس بقیه. ناموس تو بود رفت کردی. من که ازش نخواسته بودم. مثل اینکه دعوا شده. نه بچه یه وقتای خسته میشن صداشون رو ببرم بالا چیزی نیست تو بشین من الان میام خب؟ وگرنه زنگ میزنم دکتر سلطان خان میاد دومتون رو میگیره پرتتون میکنه بیرون. کاری ندارم گفتم حواسش رو خواهرش جمع کنه دارم میپیچوننش دارم رو هم اینجا قرارگاهه. البته همیشه قرار به معنی وعده یا جا گرفتن نیست. آرام گرفتن هم معنی میده. البته جایی هم نوشته نشده که آرام گرفتن مرد به کیه. شاید در بعضی موارد آرام گرفتن صاحب قرارگاه مد نظر باشه. با این فرض این زد و خوردهایی که اینجا صورت گرفته اصلا مهم نیستن. چون قرار نیست که اینها اینجا قرار بگیرن. آرامش در نهایت نصیب رأس هرم میشه. This is one of the rules of politics and business. این یکی از قواعد بیزینس و سیاست. مطمئنی اول حمید شروع کرد ها؟ بله. اعتراف کن منم اعتراف کردم. تقصیر هر دو تاشون بود قربان. هم ناصر هم حمید. ته این بازی همیشه دعواست مثل سگ میپرن به هم. خود سگ که خوبه. اشکال کار اینجاست که وقتی دکتر تموم نشد. چرا قربان؟ تموم شد.
الان با اجازتون مرخص میشم. با اجازتون. نسخه شون رو نوشتم که زخماشون رو خونت نکنه. با اجازه. سگی که باید دنبال گله پی گاو و گوسفند باشه میاریش توی عمارتت، گشنش میشه، سیرش میکنی، بعد که میخواد خودشو تخلیه کنه اگه نره بیرون گند میزنه به زار و زندگیت، به عمارتت. اینجا جای نوابق تجاریه، لاتولوتبازی، شاخوشونه کشیدن، جریان همون سگ سیر شده ایه که میخواد خودشو تخلیه کنه که جاش تو عمارت من نیست. مانیفست ناموسی و ننه بابا دادن جاش اینجا نیست. قربان منم مقصرم، مزاحمتون شدم این وقت شب با این همه کارو گرفتاری. از روز اول بهتون گفتم پست و مقام ننه باباتون واسه من هیچ اهمیتی نداره، مهم استعداد خودتونه. تاوان تو هم تو دعوا بودی؟ نه آقا، من سعی کردم جداشون کنم ولی نشد. ناصر رو میشناسید؟ دهنشو باز میکنه، چشاشو میبنده. همدیگر رو زدید به جهنم، میبخشم. وقتم رو تلف کردید، نمیبخشم. مقصر خودش بیاد جلو عذرخواهی کنه، وگرنه با همه برخورد میکنم. یکیتون جرأت کنید بگید من بودم. همین تو نبودی؟ نه قربان. وقیح شدی. من شروع نکردم. تو شروع کردی. همیشه اول کسی شروع میکنه که دست میذاره روی نقطه ضعف طرف مقابل. پس نتیجه میگیریم که تو شروع کردی. من مقصر نیستم. رو حرف من حرف نزن. همین تو همین الان اخراجی. قربان من فقط میخواستم. قربان اگه میشه یه فرصت دیگه بهش بدین. این آقا ناصر گل گلاب یه ماشین چند میلیاردی داره، همین دستش که اوف شده یه ساعت موچی چند صد میلیونی بسته بهش، یا آپارتمان داره که فقط مایی چند ده میلیون پول شارژشه. همه اینو به خاطر لیاقت خودشه، نه به خاطر باباش، چون وقتی پیش باباش بود اینا رو نداشت. درسته؟ بله قربان. همه تون عین ناصر. درست میگم دیگه آقا ناصر؟ بله بله قربان. کرسنت امضا شد. خب یه سری اسم محرمانه میفرستم برای دفتر کرسنت. به حساب هر کدومشون از بانک های اماراتی پول میریزید. تو حساب هر کدوم که پول نشست یه قدم به امضای رئیس جمهور نزدیکتر شد. خیلی ممنونم. مطمئن؟ بله آقا؟ بله بله. خوششانسید، خوششانسید. کاش من انقدر شانس شما رو داشتم. یه خبر خوش داد، علی‌رغم میل باطنیم اگه کسی وقتم رو تلف کنه بهش فرصت نمیدم، این بار بخشیدم. گذاشتم بلوری گذاشتم. ولی اگر یک بار دیگه بشنوم از اینجا سرصدایی بلند شده، مقصرشو میفرستم لا دست ننش. اونی که باید بگیره
گرفت چی گفتم. این مملکت شهید زیاد داره که بچه هاشون برای اینکه یه آپارتمان 40 متری گیرشون بیاد باید 100 جا برن برای 2000 وام. میدونی چرا؟ چون جربوزه تو رو ندارم. دیگه نشنوم بگی من بچه شهیدم، راه بابام، حفظ ناموس، از این غیرتی بازی ها. چشم قربان. نشنیدم. چشم قربان. خب یه جور بگو اون عقبی هم حال کنن. چشم قربان، چشم. اون قسمت لوژ نشین چی گفت؟ چشم قربان. تو چی میگی؟ چشم قربان. لم نده. چشم. رئیس جمهور کرسن تو امضا کرد. کرسن پترولیوم یه قرارداده که ما یه حوزه بزرگ نفت و گازیمونو برای 25 سال زیر قیمت میدیم به یه شرکت خارجی. 7 سال اول زیر قیمت، ادامه اون 7 سالو باز اونا تعیین میکنن با چه قیمتی ما بهشون نفت و گاز بدیم. خب الان تو ناراحتی؟ پس اینجاست که دکلاشون هم میارن اینجا نصب میکنن، پرچم کشور خودشون هم اون بالاست، بماند از ضررهای میلیاردی که باید بدیم. شما مگه نمیفرمودید که با رئیس جمهوری که منتخب مردمه، نماینده مجلسی که رئیس مجلسی یا وزیری که سر کار نباید برخورد جدی بشه؟ اینو گوش کن پس. من کی گفتم تحت این شرایطی برخورد نمیشه؟ اگر به سازمان اصلی کشور ادامه کارش لطمه بزنه باهاش برخورد میشه. وقتی طرف فساد مالی داره، داره به سازمان اصلی کشور ضربه میزنه. بازم بحث فساد. امان از این فساد. این اسامی اونایی که قوه قضاییه کشورشون باهاشون برخورد جدی کردن. ساکاشویلی، گرجستان. بله، ایشون هم رئیس جمهوره. مجازات 6 سال حبس دادن، دیپورت به لهستان از کشور انداختن بیرون، خلع تابعیت هم کردن. بازم رئیس جمهور دارم البته، ژاک شیراک، فرانسه. رئیس جمهور قبلیش فرانسوا میتران بوده، بعدیش هم سارکوزی بوده و مکرون، که همشون مسئله داشتن. آقا قربون دهنت، میدونی چی کار میکرده پدر من؟ فرصت‌های شغلی فرضی درست میکرده، بابت همین فرصت‌های شغلی فرضی به فک فامیلاش حقوق میداده. مثل همین شرکت‌های کاغذی که تو ایران درست میکنن و همین یه بنده خدای از همه جا بیخبر رو میارن، با کد ملیش کارهای بانکی میکنن. ایشون هم 2 سال به حبس تعلیقی دادن البته. میشه جا؟ برای ما میشه به من قهوه بدیم؟ برای درست میکنم، ولی یه پیمونه بیشتر قهوه نمیریزم. همون یه پیمونه قهوه شما خودش بمب کافئین مهرانگیز خانم. باشم بگم برات میریزم. لطفاً یه ذره زعفرونم. امری باشه. دستتو میبوسم. خب، گوشت با منه بابا. آدریان ناستاس، نخست وزیره. رومانی، یه چی تو مایه های معاون رئیس جمهور میشه دیگه. یه فقره جرمشو برات بگم. 1.5 میلیون واسه تبلیغات انتخاباتی اخذ نموده بودند. مثل همون بنده خدایی بود تو کشور خودم زمان انتخابات در کشور عربی گرفته بود. خب ایشون هم 2 سال واسش بریدن، خودکشی هم کرده ناموفق. تو همون رومانی یه ویکتور پونتا هم داره، اونم نخست وزیر بوده با همون جرایم اقتصادی بلکم بیشتر. فقط تو ستون مجازاتش میدونی چی نوشته؟ نوشته مسئولیت سیاسی. توماس بورگن رئیس یه بانک تو دانمارک، بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا را انجام میده. 200 میلیارد یورو. چقدر؟ به ساعت کردی بیا. 200 میلیارد یورو؟ بعد چه کار میکنه این آقا؟ استعفا میده، میره با خانوادهشون خوش و خرم زندگی میکنه. فقط همین؟ فقط همین. ببین ما خیلی قاطع تر از اینا برخورد کردیم، خیلی. تاریخ مبارزه ما اصلا یه استثناست، مخصوصا توی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
چرا کشور ما استثناست؟ به محض اینکه من الان برای یک وزیر یا مسئول مثلا شهردار پرونده تشکیل بدم، همه اونایی که با من موضع دارن از لیبرال تا سوسیالیست از طرفداراشون میخوان و رسانه هاشون که اون طرف و اون آدم رو قهرمان جلوه بدن، اون طرف و اون آدم رو قهرمان جلوه بدن. چیده پیچکه سمی هرزه به تن بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسد چکه سمی هرزه قیچی باق بون آخر دم پیچک ها میچینه خود پیچک ها میدونه آخر قصه همینه عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده بوی عیدی که می پیچه لبای قنچه می خنده